یک ویروس وحشتناک که توسط خود شیطان به زمین آورده شده و همه رو به زامبی تبدیل میکنه. گلاسیا سلام، امروز میخوام بریم در ادامه فیلم رک که قبلتر گوشته بودم، لینکش این بالا میذارم، نسخه دومش رو ببینیم که مرتبط با همونه. پس پیشنهاد میکنم قبلی رو حتما دیده باشید، اگرم نه که خب بریم با هم فیلم رو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم گروهی از نیروهای ویژه رو میبینیم که به همون ساختمونی میرن که توی قسمت قبلی دیدیم به فنا رفته بود و یه ویروس روش پخش شده بود. این نیروهای ویژه وقتی که میرسن، یکی از افرادی که عضو تیم پزشکی هستن میاد جلو و براشون توضیح میده که چه اتفاقی افتاده. وظیفه‌شون هم اینه که برن داخل و انگاری هر کی زنده است رو نجات بدن و سریع فرار کنن. این مأمور نیروهای امداد هم قرار همراهشون بیاد. خلاصه که آماده میشن و از راه قرنطینه که به ساختمون ساخته شده وارد اون میشن. لحظه ورود هم مقدار زیادی خون میبینن که نشون میده چقدر اوضاع وخیمه. مأمور نیروهای امداد یه بررسی انجام میده و میگه که این ویروس هرچی که هست صرفا از طریق ارتباط مستقیم انتقال پیدا میکنه، پس ماسکاتون رو در بیارید تا گرمتون نشه و خیالتون راحت بشه که بلایی سرتون نمیاد. خب تصمیم احمقانه ای هم هست. خلاصه که اپله‌ها بالا میرن، هیچ صدایی هم تو ساختمون نیست و بعد مدتی به همون واحد میرسن که توی قسمت قبلی هم دیدیم انگاری یه سری تحقیق در مورد همین ویروس توش انجام میشد. اینجا هم که میرن میبینن کلی کاغذ روی میزه، کلی عکس به در و دیوار چسبیده، حتی یه ضبط صوت هم هست که نوارهایی در مورد همین ویروس ضبط شده. البته که این تحقیقات توسط افرادی از کلیسا انجام شده و معتقدن یک شیطان اومده روی زمین و داره این ویروس رو بین آدم‌ها منتقل می‌کنه. فیلم بعدارم همه این چیزها رو ضبط می‌کنه و یه دفعه صدایی از اتاق زیر شیروانی می‌شنون. درو باز می‌کنن و یکی از مأمورهای ویژه میره تا بررسی بکنتش. البته که هیچ چیز طبقه بالا نیست و برمیگرده که حالا صدایی از طبقه پایین ساختمون شنیده میشه. می‌خوام برام بررسی کنن که مأمور امداد میگه همینجا بمونید، ما باید اول همه این مدارک رو بررسی کنیم و همه چیز مهم‌ترن. اما نیروهای ویژه میگن باید هر آدمی زنده هست رو نجاتش بدیم. برای همین سری پله‌ها میرن پایین. اولیشون وارد یکی از واحدها میشه که یه رفیق میبینه یه زنی به شکل وحشتناک میاد سمتش که شبیه زامبی هم رفتار میکنه. زن بهش حمله میکنه و صدای داد و فریاد این مأمور به گوش بقیه هم میرسه. اونا هم سری خودشون رو به همین واحد میرسونن، اما دیگه خبری از اون دوستشون نیست، چون این مأمور هم تو کمتر از چند دقیقه حالا به یکی از زامبی های وحشتناک و عجیب تبدیل شده و یه رفیق سمت مأمورهای دیگه حمله میکنه. اینقدر هم قدرتش بالاست که مجبور میشن اون رو توی اتاق حبسش کنن و اصلا نمیتونن جونش رو بگیرن. وقتی که شرایط آروم میشه، فرمانده نیروی امداد میپرسه راستش رو بگو، این چه بیماریه که باهاش طرفیم؟ چون غیر ممکنه یه بیماری عادی و ویروس معمولی همچین بلایی سر آدم ها بیاره. نیروی امداد هم میگه یه سری چیزا هست که کسی نمیخواد شماها بدونید. اول بیاید بریم به طبقه بالای این ساختمون، چون اونجا مدارک مهمی هست و من همه چی اونجا براتون توضیح میدم. قول میده این کارو انجام بده، ولی به شرطی که اول همه چی رو توضیح بده. نیروی امداد لباسشو در میاره و میگه من در اصل کشیش کلیسا ام. مأموریتم این بوده که بیام اینجا تا بتونم یه سری مدارک رو به دست بیارم. مدت ها پیش یه دختری به اسم تریستانا با خانواده‌اش اومدن توی این ساختمون و وظیفه من و تعدادی از اعضای کلیسا این بود که مراقبشون باشیم. به خاطر اینکه تریستانا رفتارهای عجیبی نشون میداد و اول فهم می‌کردیم روح و این چیزهاش مشکل داره، اما فهمیدیم یه ویروس خیلی مهم تو بدنشه که مطمئنی از طریق شیطان به زمین اومده. بعدم میگه حتی دولت هم به ما کمک می‌کرد تا بتونیم این ویروس رو مورد بررسی قرار بدیم، بلکه زودتر یه واکسن براش بسازیم، اما هنوز موفق نشده بودیم. الانم که این قضیه تموم بشه، مطمئنم کلیسا میخواد اینو به عنوان یه جنزدگی و این جور چیزها معرفی بکنه و اصلا به جنبه فیزیکی و بیولوژیکیش توجهی ندارن. پس باید کمکم بکنید تریستانا رو توی ساختمون پیدا بکنیم، یه نمونه از خون اون بگیریم، بلکه بتونیم زودتر واکسنش رو تولید بکنیم و از یه واقعه بزرگ جلوگیری کنیم. نیروهای ویژه که فهمیدن چه قضیه جدیه، میگن ما دیگه نمیخوایم هیچ کاری انجام بدیم و فقط میخوایم از ساختمون فرار کنیم. البته که یه رفعه نگاهشون به پرونده روی دیوار همین اتاق میفته، پرونده که توی اون عکس تعدادی آدم کم سنه و مشخص که این ویروس روشون امتحان و آزمایش شده. یه مدرک خیلی بزرگ که نشون میده این آدم‌ها حاضر بودن چه کارهایی انجام بدن تا بتونن با این ویروس مقابله بکنن. و یکیشون میگه شاید اصلا همین ویروس هم خودشون ساختن و الکی دارن میگن که از شیطان و اینجور چیزها به زمین اومده. همین لحظه است که یه رفعه بچه‌ای از سقف آویزون میشه و یکی از مأمورها رو میگیره. این پسر که مثل یه زامبی فوق‌العاده وحشی و قوی روی سقف داره حرکت میکنه و یه رفعه از اونها فاصله میگیره. بعد مدتی صدای اون از اتاق زیر شیروانی میشنون که داره حرکت میکنه و با توجه به اینکه الان کجا وایساده و حد زدن سر و صداهاش، یه رفعه به سقف شلیک میکنن. حالا سقف میریزه و جنازه یه آدم مسن هم میفته، اما خبری از اون پسر نیست. همین لحظه میبینیم که از پشت رفعه به کشیش حمله میکنه و اونو با خودش میخواد ببره. مأمورها موفق میشن جداش کنن، اما پسر داره با وحشگری هی به همشون حمله میکنه. کشیش داد میزنه که بهش شلیک کنه، جونش رو بگیرید، اما اونا حاضر نیستن که همچین کاری با یه پسر بکنن. در آخر هم خود کشیش اسلحه یکی از مأمورها رو میگیره و بدون هیچ رحمی بهش شلیک.
شلیک میکنه. همه عصبانی رو به هم ریختن و یکیشون پیشنهاد میده که بریم اتاق زیر شیروانی رو بگردیم که این پسر اونجا بود، شاید چیزی پیدا بشه. یکی از مامورها میره بالا و موقعی گشتن موفق میشه که یه یخچال کوچیک ببینه و توی اون نمونه خونه همون دختر یعنی ترسینا وجود داره. همین که برش میداره تعداد دیگه از پسرهای تسخیر شده به سمتش حمله میکنن، اما موفق میشه سری بیاد پایین و در اونجا رو ببنده. دیگه خب نمونه خونه شدن پیدا کردن و میخوام برن، اما کشیش میگه باید اول اینجا چک بکنم که مطمئن شم خونه اونه، بعدش میتونیم بریم. مامورا خیلی عصبانی اما مجبورن بهش گوش کنن. کشیش خونو میریزه روی ظرفی و شروع به خوندن یه دعا میکنه که بعد چند لحظه میبینیم این خون شروع به سوختن میکنه. میگه که بله همونه و بعد سریع اینجا خارج شیم، ولی خب الان حرارت خونه رفته بالا و ماموری که نگهش داشته مجبور میشه ولش کنه. نمونه خون میفته نابود میشه و خب بازم برگشتن سر خونه اول. دیگه مجبورن به طبقه بالای ساختمون برن بلکه بتونن خود تریستانا رو پیدا کنن. در حالی که به سمتش حرکت میکنن یه دفعه تعداد زیادی از زامبی های ساختمون سمتشون حمله میکنن. مجبور میشن هم دیگه جدا شن. حالا یکی از مامورها تنها افتاده و بقیه هم دنبالشن و مجبور میشه بره توی یکی از واحدا و توی دستشویی درو قفل کنه، اما میبینه که توی این راه یه نفر گازش گرفته. انقدری به هم ریخته و نابود شده که جلوی آینه وا میسته، اسلحه‌اشو میکشه و با چلی کردن جون خودش رو میگیره. برمیگردیم پیش بقیه. فرمانده و کشیش دارن صحبت میکنن و راهی برای فرارشون میچینن که یه رفعه از طرف دیگه یه دختر زامبی سمتشون حمله میکنه. فرمانده اون نگاش داره و بقیه میگه جونشو بگیرید، اما کشیش بهش نگاهی میندازه و میگه این همون دختر است، یعنی تریستانا، پس باید نمونه خونشو بگیریم. و علاوه بر این جالبه که تریستانا برخلاف زامبی های دیگه میتونه صحبت هم بکنه. کشیش میگه به خاطر اینه که شیطان علنا وارد بدن این دختر شده و داره ازش استفاده میکنه. برای همین شروع به خوندن دعایی میکنه و میگه بگو شیطان تو کجای ساختمون قایم شده، ما باید باهاش بجنگیم. قبل اینکه جوابی بده وحشیگریشو شروع میکنه و به قدری زیاده که فرمانده مجبور میشه بهش شلیک کنه و جونش رو بگیره. یه سمینیم بیرون ساختمون چند تا جوان دور هم دیگه جمع شدن و خب با دیدن اتفاقایی که این در اطراف افتاده خیلی کنجکاون بدونه که توی ساختمون چه خبره. برای همینم دنبال یه راه ورودی میگردن و موفق میشن از راه فاضلاب خودشونو به این ساختمون برسونن. میخوام بدونن که توش چه اتفاقایی داره میفته. همینم که وارد میشن دو تا آدم مسن دیگر رو نزدیک خودشون میبینن. اونا با عصبانیت میان سمت این جوونا، میگن اینجا چه غلطی میکنید، خیلی خطرناکه. و جوونا میگن که میخواستیم فقط ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. بلکه این فهمن شرایط خطرناکه، میخوان فرار کنن که میبینن راه فاضلابی که ازش اومده بودن داخل حالا قفل شده و پلیسا کاملا بستنش. فهمیم خانواده یکی از این دو تا آدم مسن توی این ساختمون زندگی میکنه و این دو نفر هم از همین راه فاضلاب اومده بودن که اونا رو نجاتشون بدن. حالا هم اونا همین جوونا کنار هم دیگه گیر افتادن و میخوان با هم دیگه دنبال یه راه برای بقا بگردن. یه دفعه یه زامبی دیگه سمتشون حمله میکنه و یکی از مسنا رو میگیره. یکی از جوونا هم موفق میشه که با استفاده از ترقه‌ای که تو جیبش داره و روشن کردن اون توی دهن زامبی کله اونو بترکونه. مردی هم که این زامبی بهش حمله کرده بود گاز گرفته شده و خب حالش داره کم کم بد میشه. برای همینم هم میره در پنجره که ببینه میتونه راه خروجی پیدا کنه یا نه، که نیروهایی که اون بیرون کمین کردن بدون هیچ رحمی با تیرانداز. حالا جوونا وحشت زدن، نمیدونن چرا همچین غلطی رو کردن. شروع به گشتن اتاق‌های دیگه میکنن که با کلاه همون مأمور نیروهای ویژه‌ای که زامبی شده بود مواجه میشن. یادتونه که اونو تو اتاقی پنهان کرده بودنش. این بچه‌ها بی‌خبر از هیچی در باز میکنن و یه دفعه اون مرد بهشون حمله میکنه. مأمور مرد مسن دیگر رو گرفته و این جوونا موفق میشن اسلحه اونو به دست بگیرن. مرد فریاد میزنه که بهش شلیک کنید، کاراشو تموم کنید، ولی خب اونا جرأتش رو ندارن و در آخر هم که یکی از دخترها میخواد همچین کاری انجام بده، اشتباهی به همون مرد بیچاره شلیک میکنه، نه زامبیه. حالا زامبی سمت خود دختره حمله میکنه که این بار موفق میشه با شلیک گلوله های دیگه جونش رو بگیره. همین لحظه هم نیروهای باقی مونده ویژه همراه کشیش به همینجا میان تو سرای شلیک شنیدن و خب با این جوان ها مواجه میشن. مشکل اینه که یکی از پسرها موقع حمله اون زامبی نیروی ویژه حالا گاز گرفته شده و حالش خوب نیست. کشیش همون نگاش میداره که این موقع بهشون حمله نکنه و به مامورهای دیگه میگه باید زودتر کارشو تموم کنیم و حالا به هممون حمله میکنه. وسط همین صحبت ها یه نفر دیگه هم سر میرسه، دختری به اسم آنجلا. یادتون باشه آنجلا شخصیت اول نسخه قبلی فیلم بود، یه خبرنگاری که عمر رو بفهمه اینجا چه خبره و خب با بدترین اتفاقا روبرو شده بود، اما هنوز سالم و کسی گازش نگرفته. آنجلا که خیلی به هم ریخته است و به شدت آسیب روانی دیده میگه من اونو دیدمش، من اون شیطانی که باعث همه این چیزها هست و دیدم.
کشیش فکری به سرش میزنه و این پسر جوونی که گاز گرفته شده رو به صندلی میبنده. شروع به خوندن یه سری دعا و اجرای مرثیه مثل جنگیری میکنه و ازش میپرسه که بگو شیطان اصلی کجاست، ما باید اونو پیداش بکنیم. آخرین جمله‌ای که این پسر میگه اینه که بالا سرتونم، بیایید اینجا، که خب یعنی طبقات بالای ساختمونه. حالا کشیش انجلا میپرسه تو چجوری تونستی اون شیطانو ببینی، و اونم میگه که با دوربین دید در شبی که داشتم تونستم یه لحظه نگاه بکنمش. به هر حال افراد باقی مونده همراه انجلا و کشیش به طبقه بالا میرن و تصمیم میگیرن که با دوربین دید در شب دنبال این شیطانو بگرد. یه نفر دوربینو گرفته و خب بهشون میگه که از کدوم طرف برن، و این وسط فرمانده نیروهای ویژه متوجه یه جایی میشه که کلی آب ریخته، میخواد بررسی کنتش که یه رفعه میبینیم یه زن وحشتناک که همون شیطان اصلی سمتش حمله میکنه و جونش رو میگیره. بقیه وحشت زدن و میخوان فرار کنن ولی خب راهی ندارن. آنجلا با آرومی بهشون میگه ساکت باشید، من اینو امتحان کردم، هر وقت صدا در بیاریم اون پیدامون میکنه. حالا هیچ کس دیگه حرف نمیزنه و فیلم ردار یه لحظه شیطان رو میبینه که جلوی خودش وایساده. همین لحظه است که کسایی از بیرون با بیسیمی که به گردن کشیش وصله تماس میگیرن. صدای اون باعث میشه شیطان به سمتش حمله کنه و خب میفته به جونش. آنجلا میره جلو تا کمکش بکنه و شاتگان یکی از مامورها دستشه، موفق میشه با شلیک به سر این شیطان کارش رو تموم کنه. به اتاق دیگه میرن، شرایط آرومه و آنجلا به کشیش میگه حالا وقتشه که دستور بده تا ما رو ببرن بیرون، فقط به دستور تو که درا رو باز میکنن. اما کشیش میگه هنوز ماموریت تموم نشده، ما هنوز نتونستیم واکسن یا نمونه خون پیدا بکنیم. اون موقعی که میخواستم از تریستانا نمونه خون بگیرم جونش گرفته شد و خب دیگه به دردم نمیخوردش. آنجلا عصبانی یه رفعه به کشیش حمله میکنه و کتکش میزنه، هی سرش داد میزنه که بگو ما رو ببرن بیرون، اما بازم این کارو انجام نمیده و در آخر انقدر عصبانی میشه که جون این کشیش رو میگیره. حالا با بیسیم خود کشیش به فرماندهی تماس میگیره و میگه که درو باز کنن چون کشیش حالش خوب نیست و میخوان ببرنش بیرون. سکانس آخر فیلم میبینیم که وقتی آنجلا تنهایی تو ساختمون گیر کرده بوده اون شیطان میاد سراغش رو بهش حمله میکنه و یه دفعه اون رو میبوسه. در همین حال میبینیم یه چیزی شبیه حلزون از دهنش وارد بدن آنجلا میشه، انگار این شیطان قدرت اصلی خودش رو به بدن آنجلا انتقال داده و برای همین هم است که این دختر هنوز تبدیل نشده و هیچ بلایی سرش نیومده. در واقع خود اون به محض اینکه پاشو از ساختمون بیرون بذاره میتونه همه آدم ها رو به همین زامبی ها تبدیل کنه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رفقا من همچه سعی میکنم بهتون انرژی مثبت بدم که اگه هفته ای دو بار سه بار با هم دیگه هستیم، حتی همون 15 دقیقه 20 دقیقه یکم از حال و هوای دپی اگه دارید فاصله بگیرید و اوکی بشید. من یه مدت که یه سری مشکل برام پیش اومده، خیلی ذهنم به هم ریخته است و شدیداً به انرژی نیاز دارم. خیلی ممنون میشم اگه به این چیزها باور دارید، به انرژی، حالا یه سری میخوان دعا بکنن، هر کسی به روش خودش، یکم برای من انرژی بفرستید که این مشکلی که تو زندگیم دارم برطرف بشه و زودتر از این مانع بگذرم. فیلم ریک همونطوری که نسخه قبلی هم گفتم یکی از سردمدارهای سبک زامبی محور دنیاه. خیلی از فیلم‌ها رو ازش الهام گرفتم، وقتی که اومدم خیلی سر و صدا کردش. نسخه اول دومش خب به زبان مکزیکیه کلن و توسط آمریکا شخصا ساخته نشده، اما نسخه سوم و چهارم میاد برای خودش میکنه، کلن هالیوودی میکنتش که خب طبق معمول گم میزنه به فرانچایز ریک. برای همینم به نظرم نسخه اول دومش همه بهترن، سه و چهارشون نبینیدم چیزی رو از دست نمیدم. در کل سبک فان فوتیج رو من هزاران بار تا حالا گفتم، بازم تاکید میکنم یکی از بهترین سبک فیلم ترسناک دنیاست، به خاطری که قشنگ اون استرس و هیجان رو میتونید ازش دریافت بکنید. این محتوا و داستانی هم که پشت این فیلم جالبه و خیلی یونیکش میکنه. ما همیشه فیلم هایی داریم که مثلا سوپرنشنالن، روح و جن و این چیزها توشونه، یا فیلم هایی داریم که در مورد ویروسن مثل ورلد وار زی و هزاران فیلم دیگه. اما توی فیلم ریک میایم دو تا رو با هم ترکیب میکنیم، یعنی ما هم المان های ترس بیولوژیکی رو داریم، هم المان های ترس ماوراءطبیعی، و به خاطر همینم ترسش کاملا متفاوت میشه. داستانی که دارم، اگه سری فیلم رزیدنت اویل رو دیده باشید متوجه میشید که این گروهی از کلیسا که دارن این کارها رو توی فیلم ریک انجام میدن شباهت خیلی زیادی با گروه آمبرلا توی سری داستان رزیدنت اویل دارن. برای همینم به نظرم شباهتشون خیلی جالب و میشه مربوطشون کرد تقریبا. دیگه حرف زیادی ندارم، فیلمش سرگرم کننده است. یه مدت فیلمای فلسفی میذارم همیشه که فکرتون درگیر شه، یه مدت هم فیلمای سرگرم کننده که خب به هر حال خسته از اون جو نشید. اگر فیلم پیشنهاد دارید یا سبک خاصی مد نظرتون رو حتما برام کامنت بکنید. من یه مدت برام فکر می‌کنم که سبک‌های دیگه هم داخل کانال بیارم، ولی خب یه سری میگن این کارو بکن، یه سری میگن نه تو همین ترسناک باش. حتما نظرتون شما هم بنویسید. مرسی هستید با همون، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.